خب در این ویدیو میخوام خدمت دوستان عزیز در مورد دمای قالب‌های تزریق مطالب کلی رو عنوان کنم. سوالی بوده که معمولا توی کلاس‌ها، کلاس‌های آموزش تزریق دانشجوها از من خیلی میپرسیدن که دمای قالب، سیستم کولنت یا خنک‌کاری قالب، گرم کردن قالب، کلا دمای کار یک قالب تزریق پلاستیک و مواردی هولوش این مبحث بوده که یک کلیاتی تو این ویدیو خدمت دوستان عرض میکنه. ببینید، یک قالب تزریق پلاستیک همونجور که اکثرا همه دوستان میدونن از 3-4 مرحله بسته شدن قالب، تزریق متریال پلیمری داخل قالب، مکس و باز شدن و ایجکت قطعه یا قطعه اندازی، مرحله قطعه اندازی آخرین فاز یک سیکل تولید توسط قالب تزریق پلاستیک هستش. ما حالا به اون 3 بخش کاری نداریم، بیایم در فاز مکس قالب که الزاماً مرحله خنک‌کاری و کولنت قالب تو این فاز انجام میشه. وقتی که مواد پلیمری تزریق شد داخل کویته قالب، یه مدت زمانی رو نیاز داره که دمای ملت مواد، ملت پلیمر توسط جداره‌های قالب و با یه فرایند ترمودینامیکی کاملا مشخص و ساده انتقال پیدا کنه. یعنی دمای مذاب که میتونه بعضی مواقع حتی تا 350 درجه هم برسه روی سری مواد مثل پت و مثل پی پی اس، این دما از طریق جداره های فولاد به تونل های گذر کولنت برسه و کولنت که معمولا هم آب هستش بیاد و این دما رو بگیره و بعد بره تو سیستم خنک کننده، دما رو پس بده، دوباره این سیکل بیاد و دوباره انجام بشه، مثل یک سیستم انتقال یا هیتر چنجینگ که خیلی معمولی عمل میکنه. خب این میتونه آب لوله کشی باشه برای قالب ساده، میتونه آبی باشه که از چیلر وارد قالب میشه و بعد دوباره به چیلر برمیگرده، که میتونه خود مایع آب، اصطلاحاً RO بهش میگن، با سختی کم باشه، میتونه آب خیلی معمولی آشامیدنی باشه که خب تو کیفیت و فرسودگی و دوام تجهیزات خنک کننده و خود مجاری کولنت داخل قالب خیلی تأثیر گذاره. خنک کردن در حقیقت تنظیم حرارت قالبه و یک نواخت نگه داشتن اونه. یعنی شما در هر قالب تزریقی احتیاج به یک بالانس دمایی و بالانس گرمایی داریم که هیچ دوتا قالبی هم شبیه هم نیست، چون هیچ دوتا قالبی جرم مواد دقیقا اندازه هم نیست، سطح گستردگی و شیپ قطعه مثل هم نیست. تازه تو مبحث بالاتر پلیمرهای مختلف هم به شدت متفاوتن. مثلا شما یک متریالی مثل پولوپروپیلن یا پپه خواهید داشت با دمای ملت حدود 100 درجه، حالا یکم بالاتر یکم پایین‌تر. پپه خیلی کاتگوری خیلی متنوعی داره و یه متریالی داریم مثل پلیکربنات با ملت خیلی بالاتر و شرایط تزریق بالاتر. پس هر قالبی یک بالانس دمایی داره که بر اساس پارامترهای ملت پلیمر، ابعاد قالب، طریقه ارنجمنت یا چیدن حفره‌های قالب، سیستم راهگاهی، راهگاه سرد، راهگاه گرم، راهگاه خوشه‌ای، راهگاه مستقیم، راهگاه سوزنی، همه اینها باعث میشه که شما بتونید سیستم کولنت یا حفره‌های گذر خنک کننده یا کولنت رو در قالب‌های تزریق طراحی بکنه. محل کانال های خنک کننده
موقع طراحی، یعنی فازیه که فاز طراحی کولنت توی مرحله طراحی قالب هستش و از اهمیت کمی هم برخوردار نیست. بعضا قالب سازهای سنتی قالب رو حالا یه پیش طراحی یه مدلی در میارن، سی ان سی ماشین کاری میکنه، بعد میارن پرونبندی میکنن، مختصات پرون میزنن، سوراخ کاری میکنن و بعد هر چه شد از لابلای این پرونها یا لابلای سوراخ قلاویز ها یه دوتا راهابی هم میزنن که خب این روش منسوخه و اگر هنوز دارین اینجوری کار میکنین بدونید که به روش سنتی و غیر علمی و مهندسی دارین کار میکنین. همزمان با طراحی قالب، ارنجمنت کویته ها، مختصات گذاری و جاینمایی پرون ها و کلن اجزای یک قالب تزریق باید کانال های گذر خنک کننده و کانال های آب اصطلاحاً طراحی بشه و اتفاقاً مبحث خیلی مهمیه تو مبحث محاسبات قالب تزریق پلاستیک باید از سیستمای و نرم افزارهای ترمودینامیکی و ترمومتریکی استفاده بکنید تا بهترین بهره وری تعادل دمایی را در قالب ایجاد بکنید. مثلا یه موردش که خیلی من توی قالب ها توی پروژه ها دیدم رعایت نشده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته اینه که در قالب های کول رانر یا راهگاه سرد، خب ما یه مجاری راهگاهی رو داریم و بعد ورودی ها و بعد حفره های خود قالب. طبیعتا و خیلی مشخصه که شما دمای ملت پلیمر وقتی وارد کویته شد باید توسط قالب و بعد کولنت گرفته بشه. تو سیستم راهگاهی نباید دمای ملت و مذاب مواد پلیمری کم بشه، چون در فلو یا پر کردن حفره های قالب نقش بسزایی داره، مخصوصا اگر سیستم گیت یا سیستم ورودی ما سیستم ظریفی مثل تونلی باشه یا سیستم ظریف ساید گیت باشه یا سیستم های ورودی که به شکل قابل توجهی ابعاد ورودی راهگاه رو به حفره کم میکنه. ولی من دیدم که معمولا سوراخ راه آب یا کولنتی رو که زدن خیلی نزدیک به کانال راهگاه سرد بوده و این سبب میشده که فشار زیادی به دستگاه تزریق بیاد. اگر قرار بوده با 80 مثلا مگاپاسکال فشار پلیمر این قالب براحتی پر بشه، دما رو که از دست میده یهو میره رو 160، یعنی در حد دو برابر فشار رو بالا میبره، امکان پر شدن و فلو کامل حفره وجود نداره، امکان گازگیری یا ایر ترپ وجود داره، ولداینا یا درز جوش ها محسوس و قابل دیده شدن هستن. همه این دلایل به خاطر عدم طراحی درست کانال های راه آب و کانال های کولنت توی قالب هست. نرم افزارهایی هم که باش معمولا تحلیل میشه نرم افزارهای عرفیه که همه جای دنیا ازش استفاده میشه، نرم افزارهایی که تو هیتر چنجینگ ها خیلی استفاده میشه که راندمان بالاتری رو ببره. یه نکته دیگه که تو بحث ساخت قالب و اجرای کانال های راه آب باید در نظر گرفت و من میبینم خیلی دقتی بهش نمیشه یا اگر هم اتفاق افتاده به صورت اتفاقی و تصادفی اتفاق افتاده، صافی سطحیه که تو این کانال ها قرار داده. شما اگر بتونید حفره ها که معمولا سوراخ های گردی هستن با دریل ها، با سوپر دریل ها، با دریل های ستونی انجام میشه، تا حد مجازی خشن سوراخ کاری بشه، کمک میکنه که این حالت گردابی کولنت بیشتر بشه و هرچه که حالت گردابی کولنت بیشتر بشه مکس کولنت و گرفتن دمای قالب و بعد انتقالش به چیلر یا به خنک کننده ساده راحت‌تره و بهره‌وری بیشتری انجام میشه. در یک سری از قالب‌های خاص مثل قالب‌های تزریق سیلیکون یا حتی پلی‌کربنات یا هیدرومولد‌های که اکثرا قالب ها با تولید قطعات با جنس پلی‌کربنات با ضخامت بالا هست، ما نیاز به گرم کردن قالب هم داریم که از دو تیپ
سوراخ یا کانال استفاده میشه، یکی برای گرم کردن قالب برای شروع فاز تولید که معمولا از روغن گرم استفاده میشه یا گرم کنهای قالب اصطلاحا میگن، و یه تیپ سوراخ دیگه در کنار اونها داریم که اونها قالب های برای گذر کولنته و وقتی که قالب اصطلاحا به اون تعادل گرمایی اولیه رسید و موادی مثل پلی‌کربنات تونست به بهترین شرایط تزریق بشه، حالا باید این دما رو نگه داره و بعد میاد تلفیقی از گرم کردن و سرد کردن تو مراحل مختلف قالب استفاده میشه ازش، که خب یه کمی محاسبات ترمودینامیکی پیچیده تری داره و احتیاج به محاسبات پیچیده ای داره و تعداد این قالب ها هم زیاد نیست. بعضی از قالب های پایه پخت مثل لاستیک ها، سیلیکون ها اصلا نیازی به خنک کن نداره و چون پخت داره همش با گرم کن و روغن داغ میاد به اون مرحله پخت رو میرسونه، که اون یه مبحثی متفاوت اصلا از تیپ پلاستومر ها جداست و در قالب پلاستومر هاست که یه مبحث دیگه است. امیدوارم در این مورد هم بتونیم یه ویدئویی در خدمت دوستان باشیم. ولی نکته که در آخر میخوام به خدمت دوستان عرض بکنم، طراحی کولنت مثل طراحی راهگاه، طراحی ارنجمنت کویته ها، طراحی مکانیزم قالب های مکانیزم دار نه خیلی بالاتر اولویتی داره نه خیلی اولویت پایین تری داره. اینها یه پکیجی از طراحی هستن که همه باید همزمان با هم و به صورت یه مجموعه و یک پکیج طراحی بشن. پس طراحی سیستم خنک کن یا کولنت قالب‌های تزریق رو جدی بگیرین، به شدت در بهره‌وری، جلوگیری از پرت مواد، جلوگیری از زمان دوباره کاری‌ها و چیزهای شبیه این مؤثره و کمک خواهد کرد.